حمله آمریکا بر حقانی ها، سراج الدین حقانی هدف اول آمریکا. آمریکا و القاعده، داستان یک مبارزه ناتمام. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. 5 روز بعد از کشته شدن ایمنال زواهری، سراج الدین حقانی به ادعاهای مبنی بر اینکه رهبر القاعده تحت حمایت او در کابل زندگی میکرد پاسخ نداده است. او از زمان گزارش قتل ایمنال زواهری در انظار ظاهر نشده و جایزه 10 میلیون دلاری به اثر سراج الدین حقانی هنوز پابرجاست. صدای آمریکا در گزارش نوشته سراج الدین حقانی، وزیر داخله 42 ساله طالبان و رهبر شبکه حقانی، تنها تروریست خانواده حقانی نیست که ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود جایزه تعیین کرده است. ایالات متحده در بدل اطلاعاتی که منجر به دستگیری خلیل حقانی، کاکای سراج الدین حقانی که در کابینه طالبان وزیر است، و عزیز حقانی، برادر کوچکتر سراج الدین شود، جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده است. برای دستگیری یحیی حقانی، دستیار نزدیک و برادر همسر سراج الدین، پاداش نقدی در نظر گرفته نشده، اما او نیز در سال 2014 توسط دولت ایالات متحده به عنوان یک تروریست جهانی معرفی شد. حقانی ها به اتهام دست داشتن در کشتار و سازماندهی یک سری عملیات تروریستی در افغانستان در چند سال گذشته تحت تعقیب هستند. سراج الدین حقانی متهم به طراحی حمله 14 جنوری 2008 به هتل سرینا در کابل است. در این حمله 6 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. در مارچ 2008 وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا سراج الدین حقانی را به عنوان یک تروریست جهانی معرفی کرد. در فوریه 2008 امین عنوان به خلیل حقانی اعطا شد. در میان دیگر فعالیت‌های تروریستی، خلیل حقانی هم متهم است که به عوامل القاعده در افغانستان اسلحه و منابع مالی رسانده است. پس از اینکه طالبان در ماه آگوست 2021 کابل را تصرف کردند، حقانی ها چنان مخفیانه زندگی می‌کردند که هیچ عکسی از سراج الدین و خلیل حقانی منتشر نشده است. خلیل و سراج الدین حقانی که به پیروزی بیاری خدا در برابر آمریکا به عنوان یک ابرقدرت متجاوز میبالند، اکنون در مقابل دوربین ظاهر میشوند و نقش آزادی بخش کابل را بازی میکنند. بازگشت به پناهگاه ها. رحمت الله نبیل، رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان، میگوید چندین نفر از رهبران شبکه حقانی، از جمله سراج الدین حقانی، پس از ترور الزواهری کابل را به سمت مخفیگاه های خود در جنوب غربی افغانستان ترک کردند. او به صدای آمریکا گفت که سراج الدین حقانی آخرین بار در چند ویدیوی کوتاه دیده شده که وزارت داخله طالبان در اولین روزهای ماه آگوست توییت کرده است. در این ویدیوها حقانی در حال احوال پرسی و گفتگو با مردم در مناطق روستایی ولایت پکتیا دیده می شود. نبیل به صدای آمریکا گفت پس از حمله به زواهری، سراج الدین حقانی به پکتیا رفته است و همه از جمله نزدیکترین دستیاران او مخفی شدند و در وزارت داخله در کابل دیده نمی شوند. آماج قرار دادن حقانی ها. مقامات آمریکایی می گویند که اجازه نخواهند داد طالبان بار دیگر افغانستان را به مرکز تروریست های بین المللی تبدیل کنند. کربی روز سه‌شنبه گفت اگر ما شواهد معتبری داشته باشیم که نشان بدهد یک تروریست در افغانستان یا هر جای دیگر فعالیت می کند، رئیس جمهور برای دفاع از این کشور و مردم آمریکا اقدام خواهد کرد. صدای آمریکا از کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا پرسید که آیا ممکن است که رهبران شبکه حقانی واجد شرایط این باشند که آمریکا به عنوان اهداف برای حملات ضد تروریستی به آنها حمله کند. کاخ سفید گفت به چیزی در این مورد به گفتن ندارد. رحمت الله نبیل، رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان که از نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کرد، گفت که حقانی‌ها ممکن است در لیست اهداف ایالات متحده قرار گیرند. نبیل گفت با توجه به روابط ناگسستنی شبکه حقانی با سایر گروه‌های تروریستی، این احتمال وجود دارد که آمریکا آنها را هدف قرار دهد و سراج الدین حقانی نیست از این قاعده مستثنا نخواهد بود. آمریکا و القاعده، داستان یک مبارزه ناتمام.
کشته شدن زواهری در کابل هم نشان می‌دهد که مبارزه آمریکا با القاعده ناتمام مانده و بدون آن که القاعده عملا افغانستان را ترک کند یا منهدم شود، آمریکا از آن خارج شده و در عمل کشور را به کام القاعده و یک دولت عامیانها رها کرده است. به این ترتیب جای هیچ تردید باقی نمی‌ماند که آمریکا با این حمله از یک سو برای سرکوب و تضعیف القاعده اقدام کرده و از جانب دیگر پیام واضح و قدرتمند به سران شبکه حقانی و ویژه سراج الدین حقانی و انس حقانی فرستاده است که ارتباط با تروریسم و تقویت و گسترش آن در غیاب آمریکا در افغانستان چقدر خطرناک است و اینکه این امر برای واشنگتن قابل تحمل نیست و آمریکا هنوز ابزارهای لازم برای هدف گرفتن آنها را در اختیار دارد و اگر مجبور شود استفاده می کند. نکته مهمی که از قضا در اظهارات جان کربی هم مورد تصریح قرار گرفت این است که آمریکا حتی پیش از خروج از افغانستان می دانست که القاعده در افغانستان حضور دارد و شماری از جنگجویان و رهبران آن شبکه در افغانستان هستند. این یک اعتراف شرم‌آور و خطرناک است و پرده از ابعاد خطر قماری که بایدن با طالبان زد برمی‌دارد و نشان می‌دهد که آمریکا با تصمیم به خروج نظامی از افغانستان تنها قدرت را به طالبان واگذار نکرده، بلکه عمدن و آگاهانه چشم خود را بر واقعیت‌های عینی افغانستان و پیامدهای حضور لجام گسیخته القاعده در کشور ما بسته است. بنابراین توافق دوحه معامله سهمگین و خطرناک بر حساسیت‌های راهبردی امنیت ملی آمریکا بوده، زیرا آمریکا با آگاهی از حضور و فعالیت القاعده در افغانستان آن را امضا کرد و قدرت را به طالبان واگذاشت. طالبانی که قدرت مرکزی آن در اختیار شبکه حقانی است و شبکه حقانی با القاعده ارتباط دارد و از آن حمایت می‌کند. کشته شدن زواهری در کابل هم نشان می‌دهد که مبارزه آمریکا با القاعده ناتمام مانده و بدون آن که القاعده عملا افغانستان را ترک کند یا منهدم شود، آمریکا از آن خارج شده و در عمل کشور را به کام القاعده و یک دولت عامیانها رها کرده است. داستان این مبارزه ناتمام اما دوباره آغاز شده است. با وجود آن که رهبران ایالات متحده از کشتن الزواهری به خود میبالند و تلاش دارند تا از آن حد اکثر استفاده سیاسی و تبلیغاتی را به منظور تقویت خود در معادلات انتخاباتی آمریکا ببرند، اما در واقعیت امر چالش‌های بزرگ فرارای آمریکا، روابط آمریکا و طالبان، چشم‌انداز خطرناک قدرت‌گیری رهبران شبکه مخوف حقانی و روابط پیچیده و در هم تنیده با گروه‌های تروریستی فراملیتی به وجود آمده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.